دوستان سلام، امید که حال دلتون خوب باشه. من سلماز برقگیر در پادکست لام تا کلام از تجربیاتم در جلسات کوچینگ و سمینارهام میگم، از ناگفته هایی میگم که به هر دلیلی بهشون توجه نمی کنیم و تأثیر بزرگی روی کیفیت زندگی ما میگذارن. لام تا کلام یه گفتگوی دوستانه است، از قلب من به قلب شما، برای بهتر کردن کیفیت زندگی و روابط شما. امروز شما دارین به اپیزود 44 پادکست لام تا کلام که در اردیبهشت ماه 1401 ضبط و پخش میشه گوش میکنین و من میخوام به مقوله چطور ببخشیم بپردازم. خب دوستان، در اپیزود قبلی به مشروع در ارتباط با مفهوم بخشیدن، چی بخشیدن نیست و چی بخشیدن هست و اصلا چه نقطه نظری ما آدم ها راجع به بخشش داریم صحبت کردم. تو این اپیزود میخوایم راجع به مراحل بخشش صحبت کنیم. آماده این؟ بزن که بریم. چطوری ببخشیم؟ من الان بخشش رو در چند مرحله برای شما خیلی ساده توضیح میدم. شما میتونید ببرید تو زندگی خودتون با ژورنالینگ، یعنی نوشتن و خاطره نوشتن، یه مقدار اینو نهادینه بکنید، ولی کمک خواستید دیگه باید کمک بگیرید. اول از همه واسه چی دوباره میگم، این بخشش یک راهیه تا آخر عمر. خیلی هم سخته، اصلا آسون نیست، اولش هم خیلی سخت داره، یواش یواش بهتر میشه. مثل هر چیزی که اول یاد میگیریم، مثل رانندگی، مثل تاتی تاتی کردن بچه و راه رفتنش. به قول دکتر افریدی، یک چیزی که توی این پروسش بخشش وجود داره، شفا و هیلینگ وجود داره، اینه که مثل عمل باز قلبه. قلب رو باز میکنن، عمل میکنن، بعد میبندن. بعد شما چی؟ دیگه به اندازه اول درد ندارید، حالتون خیلی بهتره، ولی هی دائم باید چکاپ بکنیم، باید به خودتون برسیم، باید فیزیوتراپی کنیم، باید قرص و دارو بخورید، یواش یواش پیش برید. هر چند وقت یه بار اگه یه نفر بیاد یه مش بزنه تو قلبتون، دوباره دردتون میگیره. نه، پروسه بخشش هم مثل همینه. این تصمیمی که ما میخوایم بگیم به بخشش میرسیم و میخوایم بگیم خب بس دیگه، تموم شد، من انرژی رو دیگه به اون آدم نمیدم، مثل عمل باز قلبه. خب حالا راجع به مراحلش صحبت کنیم. مرحله اول چیه؟ مرحله اول uncovering phase، یعنی فازیه که ما باز میکنیم همه چیو، عمیقا نگاه میکنیم که کی اذیتم کرده، چقدر عمیق آسیب دیدم، اگه میخواستم توصیفش کنم چجوری توصیفش میکردم، چه چیزهایی هست که راجبش میتونم صحبت کنم، و مینویسیم این شکستگی رو. مرحله اول دوستای من دو راه دارید که انجامش بیه. راهش که بسیار بسیار مخربه، همین راهی که احتمالاً اکثرمون تا حالا انجام دادیم. یعنی چی؟ یعنی هی حرف زدن راجبش، نشخوار کردن، به هر کی رسیدن صحبت کردن، تنها شدن، فکر کردن و اینا. این خب خیلی خرابه، این مرحله بدیه و آدما ممکنه 20 سال 30 سال هم تو این مرحله بمونن. راه بهترش چی؟ راه بهترش استفاده از معجزه قلم و کاغذه. قلم کاغذ بگیرید دستتون و بنویسید. تمام این تجربه رو یک بار بر خودتون ژورنالش کنین. یه دفتر صدبرگ بردارین ببینین چقدر میتونین بنویسید. جالبه که خیلی وقتا آدما موقع نوشتن انقدر نمیتونن بنویسن، میگن این که ولش کن ارزش نداره، اون که ارزش نداره، و جمله طلایی که مال خودمه، من همیشه میگم چیزی که ارزش نوشتن نداره دیگه اصلا ارزش فکر کردن بهش رو نداره. پس مرحله اول اینه که مینویسیم و میبینیم در نتیجه این اتفاق، این اتفاقی که ماهیتش رو باید با نوشتن مشخص کنیم که کجا آسیب دیدیم، چجوری آسیب دیدیم، توسط کی آسیب دیدیم، چقدر آسیب دیدیم، اصلا آسیب چجوری بوده، ما حسمون چیه. خلاصه این کار داره. من اینو شاید بهتون میگم قریب 7-8 ساعت
وقت میذارم مدلای متفاوت با کلاینتام کار میکنم. بعد میایم به اینجا که خب در نتیجه این اتفاق چی عوض شده؟ کجای زندگی عوض شده؟ دیدتون به کجاها عوض شده؟ شرایط چجوری عوض شده؟ و عقاید شما درباره ارتباطات چجوری عوض شده؟ بازدهی کارتون، زندگیتون کجاها تحت تاثیر قرار گرفته؟ همه رو می‌نویسید. وقتی به اندازه کافی تو این فاز نوشتید و جورنالینگ کردین، حالا وقتشه که بریم فاز دو. فاز دو اون قسمتی که ما تصمیم می‌گیریم. فاز دیسیژن میکینگ فیزه که من میگم I'm done. من به خودم میخوام شفقت کنم، میخوام جای اون خشم رو با شفقت تموم بکنم. فاز دو در واقع وقتی شروع میشه که با یه تصمیم شروع میشه. تصمیم نه من نه هیچ کس دیگه نمیتونه شما رو مجبور کنه. شما باید خودتون تصمیم بگیرید که برید جلو و بگید خیلی خوب تموم شد. من دیگه این حس و حال بد، تنفر، خشم و نشخوار رو نمیخوام و میخوام شاد باشم. میخوام زندگیم از همین امروز و از همین حال الان شروع بشه. میخوام دوست داشته باشم، میخوام دوست بدارم و میخوام کسانی که در معاشرت با من هستن این عشق رو بگیرن. به خاطر اینکه وقتی شما نبخشیدید اصلا عشق هم به کسی نمیتونیم بدیم. من عاشق انسان هام، عاشق طبیعتم و میتونم همه چیز رو درک کنم. پس I will let go and free myself of suffering. من ول میکنم، رها میکنم و میذارم که از تمام این درد و رنج من آزاد شم. و اما مرحله سوم. مرحله سوم اونجاست که ما به همه اتفاقاتی که افتاده معنای جدیدی میدیم. مرحله اول چی بود؟ مرحله اول نوشتن بود و اصلا تعریف کردن هر آنچه که اتفاق افتاده بود در دیتیل. مرحله دوم چی بود؟ مرحله دوم پذیرفتن اون تصمیم است، تصمیم گرفتنه که میخوام که بالاخره الان وقتی که من میخوام برم به سمت رهایی. مرحله سوم اون جاییه که ما معنا میدیم. ما به اینی که نگاه میکنیم ببینیم که چرا این کارو کرد، چی شد که این کارو کرد. در واقع شفقت رو میاریم وارد ماجرا میکنیم، غم و ناراحتی رو میپذیریم و میریم به سمت شفقت. چندین مدل مدیتیشن هست دوستان که با اون مدیتیشن ها من خودم این کارو میکنم، کمک میکنم طرف تصویر سازی کنه. خودم هم خیلی وقتا تو زندگیم با این مدیتیشن ها خودم رو نجات بدم. حتما سرچ کنید. من نمیتونم اینجا چیز رو به شما توصیه بکنم به خاطر اینکه واقعا بعضی از مدیتیشن ها برای بعضی از آدما که اصلا انجامش ندادن میتونه خیلی مناسب نباشه، ولی در واقع تصویرسازی ذهنیه که اون آدمی که بهتون آسیب رسونده رو به عنوان یک انسان میبینی، نه به عنوان یک هیولا و قاتل و خائن و همه اینها که همش داشتید فکر میکردی. من نمیگم اون آدم خائن نیست، خب خیانت مثلا کرده، ها دوز نیست، خب دوزی کرده، ولی یه جا میرید از اون سمت ماجرا نگاه میکنین، از زاویه دید اون آدم نگاه میکنین و نگاه میکنین که میبینین که کاری که اون آدم کرده تصمیم خودش بوده، شما لایق اون تصمیم نبودید، این سزاوار نبوده، به شما سزاوار نبوده که یه همچین اتفاق برای شما بیفته. خب به شما ربطی نداره، شما رو عوض کرده، رابطه هاتون رو خراب کرده، ولی واقعا این نیستش که قرار بوده که این اتفاق برای شما اینجوری بیفته و این جزای اعمال شماست. اونجوری نباید بهش نگاه بکنی. در واقع میبینید که آقا میگن It's not about you، درباره شما نبوده، شما فقط درسش رو میگرفتین. روتون تاثیرگذار بوده، درد ایجاد کرده، براتون زخم ایجاد کرده، ولی همش دردها و زخمهای خود اون آدم بوده که رو شما فرافکنی شده. شما اینجوری میتونین نگاه کنین. یعنی به جای اینکه برید توی شرم و خودتون رو قضاوت کنین، به جای اینکه برین تو سوگ یک اتفاقی که اون آدم برای شما ایجاد کرده و همش بگین چطور دلش اومد این کار بکنه، چطور تونست این کار بکنه، یه جا میگید It's not about me، این درباره من نیست. متاسفانه خوشبختانه من تمام محتوایی که برای این اپیزودا درست کردم همشون رو ترجمه کردم و بعضی از عبارت ها و جمله ها فارسیش اونقدر مثلا میگن you don't deserve it، یعنی تو لیاقتش رو نداشتی، ولی منظورش نیست که تو لیاقت اینو نداشتی که آدم به نالایق بوده، منظورش اینه که این سزاوار نبوده به تو این اتفاق بیفته. It's not about you، یعنی این درباره تو نیست، ولی منظورش اینه که این اتفاق فرافکنی اون آدم بوده رو تو اینجا در دسترسش بودی، سر تو خالی شده. فقط مطلب اینجاست که ما با سهم خودمونو ببینیم. سهم من چیه؟ درسی که من باید بگیرم چیه؟ بگیرم و رهاشم، رها کنم.
حالا مرحله چهارم بخشش چیه؟ دیپنینگ فیز، اون فازیه که ما عمیق میشیم. دوستان وقتی یه اتفاقی برای من و شما میفته که به روحمون آسیب میرسونه، یک دمیج و ضربه بزرگ میاد، یک خراش میاد، یک رنجش ایجاد میشه، ما همه موادی که اجزایی که لازم داریم که اون زخم رو ترمیم کنیم در وجود خودمون داریم، فقط باید عمیق شیم و در عمق وجودمون اونا رو دونه دونه پیدا کنیم و بیاریم بالا. یعنی چی؟ یعنی باید بریم ببینیم معنای این بخشش برای من الان چیه، چه درسیه که به من داده، و با هر مرحله از این بخشش که میریم جلو، درسی که داریم رو دوباره ما میتونیم ببینیم. یعنی چی؟ یعنی ما در هر سنی یه اتفاق یه بار برای من میفته. خب یه نفر یه بار به من مثلا در یک معامله ای فکر کن خیانت میکنه، در یک دوستی به من خیانت میکنه. خیانت رو میگم چون خیلی رایج داره. بعد من چیکار میکنم؟ من در هر سنی، در هر مرحله ای از زندگیم ممکنه دوباره اون اتفاقه برای من در یک جایگاهی تو حافظه من روشن بشه، بیاد بالا و من ببینمش و من یه جور دیگه بهش نگاه میکنم. دقت کردین؟ مثلا میگه مثلا اون دوست دبیرستانم با من این کار کرده، الان که نگاه میکنم اونقدر دیگه اون واقعه چون که دور شدم ازش نیست که رنجم کمتره، رنج من متفاوته، برای اینکه بهش خرد اضافه شده. برای همین هر چقدر ما عمیق تر بشیم در حین اون پروسه بخشش، اون وقت هم خودمون رو میبخشیم، هم اون آدما رو میبخشیم، هم اطرافیانمون رو که دوستشون داریم و شاید هنوز هیچ کاری هم با اون نکردن، اونا رو هم جلو جلو میبخشیم. این خیلی عرفانی و عمیق شده، ولی بعد اینو اینجا بهتون میگفتم. در واقع با هر دوره، با هر ریویو میریم سراغ تمام دردهایی که ما سرکوبشون کردیم. یعنی هر بار که ما یک اتفاق یادم میخوایم ببخشیم، عمیق میشیم، میریم اون پایین، میریم هنوز این زخمم درست ترمیم نشده و بهشون نرسیدیم و میبینیم چقدر شده که آدما با ما یه کاری کردن، گفتیم بابا ولش کن، چیزی نیست که مهم نیست، ولش کن، چیزی نگم. و این برخوردا تک تک یه فیلترای رو قلب ما ایجاد کرده و قلب ما رو دورش رو لایه زخیم از قصه و ناراحتی گرفته و ما با اینا رسیدگی نکردیم. مرحله چهارم بخشش اونجاییه که دکتر افریدی میگه میرید اون پایین، اون زخما رو میبینید، اون لایه‌های زخیمی که مثل فیلتر اومده رو قلبتون میبینید و با اونا روبرو میشیم و دونه دونه باید با اونا رسیدگی کنیم. دوستان اینجا همون جاییه که ما برمیگردیم موقعی که توی مرحله عمیق شدن و بخشش هستیم. خیلی وقتا برمیگردیم میریم میبینیم من چقدر گذاشتم این آدم نزدیک زندگیم هی یه کاری رو با من کرده و من هی گفتم ایتس اوکی، ولی چقدر من عمیقا اون پایین آسیب دیدم. بعد من یاد میگیرم که وقتی دوست نزدیکم، آدم همخونم با من یه کاری میکنه که خودش هم تعمدی نداره که منو آزار بده، همونجا باش مکالمه داشته باشم و جلوی اینی که یه زخم عمیق دیگه وارد بشه و من تازه بدتر که بگم نه چیزی نیست رو بگیرم. چون فاصله که ایجاد میکنیم بین خودمون و زخمامون باعث میشه اون زخما رشد کنن. مثل این میمونه که مثلا شما یه زخمی ایجاد شده در وجودتون، مثلا رو دستتون یه زخمه، خب دو تا راه دارید دیگه، زخمم خیلی عمیقه، مثلا یه ذره همچین بگی نگی خون زیاد میاد و اینا، دو یه راه وجود داره که سفت محکم ببندیم بگیم بابا کی حوصله داره بره دکتر، این همچین سفت نگه میدارم این خودش خوب میشه، مثلا پانسمان اینجوری، آخه خوب میشه؟ خیر، چرک میکنه، عفونت میکنه، حتی ممکنه منجر به دور از جونتون قطع عضو بشه. ها؟ پس با عمیق شدن میریم تمام اون زخما رو میبینیم. برای همین حالمون بد میشه، میایم خیلی وقتا بیرون میگیم ولش کن بابا، من با همون خشمم برم جلو راحت تره. یه تیکه اون پروسه و مرحله بخشش که این چهارمیه که عمیق میشیم خیلی درد داره، ولی با روبرو شدن با این درد چه اتفاقی برای شما میفته؟ شفای واقعی رو شما میبینید. اگه همه اون انرژی خشم رو جمع کنین و به کلام تبدیل کنین، شفا پیدا میکنین، معجزه اتفاق میفته. یعنی به جای اینی که کلام، منظورم دعوا کردن نیستا، کلام گفتمان موثره با خودم و با اطرافیانم، اونجاست که درک میکنیم، حس میکنیم و رها میکنیم، اونجاست که ما دوباره تو ذهنمون همه چیز رو برنامه ریزی میکنیم، اونجاست که به قول دکتر افریدی whatever you feed it will grow، به هر چی تغذیه کنید، غذا بدین، چی میشه؟ رشد میکنه. رو هر چیزی که تمرین کنین قوی و قوی تر میشه.
اگر روی انتقال خشم و ناراحتی و قیظ و غضب تمرکز کنید و روش تمرین کنید، خب اون بیشتر میشه. رو شفقت تمرین کنید، اوپن هارتد باشید، رو اون بیشتر تمرکز کنید، رو اون قوی میشید. خانم برنون براون به اینجا میگه وقتی به مرحله چهارم میرسید هول هارتدنس رو تجربه میکنین. هول هارتد بودن یعنی قلبتون، حالا قلب که اون عضو نه ولی اون چیزی که ما بهش میگیم قلب، اینجا تماما یکی میشه، در آغوشش میگیره و حالتون بهتر میشه. و یادتون باشه بخشش مساویه با شفا و ترمیم یه دقیقه یا در لحظه نیست. بخشش یک اتفاق طولانی مدته که در طول زمان با بخشیدنهای بعدی، با اتفاقهای بعدی دوباره میریم میگیم سلام علیکم، چه خبر، چطوری؟ بخشش یه قسمت بزرگش میتونه با عذرخواهی درست اتفاق بیفته، یعنی میتونه عذرخواهی درست کمکمون کنه. حالا دوستای من، اگر شما باعث رنجش کسی شدید همین الان که داریم اینا رو میشنویم و میخوایم بریم عذرخواهی کنیم که به پروسه بخشش طرف مقابلتون کمک کنید، یادتون باشه که چند تا چیز رو برای این عذرخواهی بعد اینجا بگم که باید رعایت کنیم. یکی اینه که ولی نیارید، نگی منو ببخش ولی، منو ببخش توز ببخشید ولی من بلا بلا بلا، ببخشید آخه فلان اتفاق افتاده بود. توضیح نیارید، توجیه نکنید، توضیح ندید، بذارید اون آدم شنیده بشه، حس بشه، حس بودن رو بگیره و احساس کنه دیده شده. دوستان من، ما وقتی کسی رو میبخشیم در واقع قدرتمون رو از اون آدم پس میگیریم. تمام انرژی رو که مصرف میکردیم بچسبیم به خشم و رنج رو پس میگیریم، رها می کنیم و تمام خشمی که در درون ما رو داشته می سوزونده می زاریم همون جا پیش اون آدم بمونه. ما این انرژی رو برای عشق دادن به خودمون و التیام دردهامون نیاز داریم. ما انتخاب می کنیم و برای خودمون ارزش قائلیم و برای خودمون خواهیم بود و با تمام انرژی منفی که به خشم دادیم می تونیم خداحافظی کنیم و ببخشیم. اوپرا وینفری یه جمله قشنگ داره، میگه forgiveness is giving up the hope that past could be different, any different. یعنی بخشش در واقع رها کردن امیده اینه که گذشته میتونست متفاوت باشه، گذشته هیچ وقت عوض نمیشه. دوستان من، امید که این دوتا اپیزود پادکست به دردتون خورده باشه، امید که بتونین ازش تو قسمت‌های مختلف زندگیتون به خوبی استفاده کنید، امید که این تمرین بخشش برای شما یک کمک احوالی باشه تو زندگیتون و قلبتون باز بشه، شفا رو آروم آروم وارد زندگیتون بکنین، به جای خشم شفقت رو جایگزین کنین. از همتون بابت بودنتون متشکرم، ممنون که هستین، ممنون از کامنت قشنگتون، ممنون از تمام انرژی و محبت و توجهتون. مهدی پسیان عزیزم، ممنون از بودنت و مرسی از موسیقی متن. سمانه جان، متشکرم از تمام عشقی که برای ادیت صدای من میگذاری. دلتون شاد و تنتون سلامت.